بار 156,000 بار اومدم هوم دیپو اونجا که ابزار یراق و وصله مووینگ و اینا داره قبلا راجع به صحبت کرده بودن. بعد 600 تا چیز خریدم مثلا، بعد میگه هم میبینم باز جعبه کم آوردم، باکس کم آوردم، بعد یه سه چیزی گرفته بودم که زیاد اومده مثلا اینطوری هم که خودم پس بدم. خلاصه وضعیت خسته کننده ای شده که فقط میخوام زودتر تموم بشه. الان هم تایمی که من الان صبح منم و یه عالم کارگر ساختم. قسمت مووینگ که باکس های مختلف داره، این هم چیزهای مختلف، مثلا فون داره، از این چیزهای کوشن های نرم داره، از این پلاستیک های وکیوم که خیلی خیلی مطبق همیشه شرف رو گرفتم دو تا دیگه هم میخوام برای ظرف اینا، چسب و نمیدونم مشمع های دوشک و چیزهای مختلف اینطوری داره. نه اگه قیمتش رو میخواییم ببینیم مثلا این سایز مثلا 10 دلاره، از یه بعضیش ارزونتر هم و یه بعضیش خیلی گرون، مثلا اینا تقریبا گرونه دیگه. سایز های مختلف داره اینا، از اون طرف هم جعبه های سایز های مختلف که من دوباره جعبه نیاز دارم. اینا هم روله، برای این خوبه که مثلا دوار مبل و نمیدونم تخت و این چیزا بپیچی، اینا هم برای چیزای کوچکتر که دستی میخوای ببندی. خلاصه که بله، از لحاظ اینکه من در روزهای آخر چه شکلی فیلم میبینم، وضعیت خونه است، ولی من پروژکتور رو هنوز جمع نکردم و اینطوری دارم فیلم میبینم. ظرفم خیلی ندارم، یه دونه ظرفی داشتم که مالا یه چیز دیگه بود تو همون سالاتی که گرفته بودم درست کردم، مرغ که تو ایرفرایر درست کرده بودم و ریختم توش و دارم فیلم میبینم. بله تاریخ شد. خلاصه که زندگی بالا پایین های خیلی 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 زیادی داره، ولی پرژک داره، ولی خب دیگه همینی که هست. بعدن سنمون که بالا میره یادمون نمیادش اتفاقات سخت و سنگینی افتاد، اتفاقاتی که میخواییم رقم بزنیم اینطوریه که باید بهاش رو بپردازیم و بهای این سفری که من میخوام برم اینه که الان همه چی خیلی کامپلیکیتد بشه.
خب من پارسال خیلی چیزا رو داده بودم رفته بود و فکر میکنم خیلی آدم مینیمالی شدم، ولی الان که داشتم جمع میکنم دیدم خیلی آدم مینیمالی همچنان نشدم. ولی از همه اینا این باکس عینکامه که یه دونشو فقط میبرم، اینم باکس ساعتامه که همچنان باز یه دونشو میبرم. تازه این ساعت بابام بود، بعد اندازه من اصلا نمیشه، ولی من اینو خیلی دوست داشتم، گفته بودم بابام بده به من، اصلا بزرگی خیلی واسه. خلاصه که برای دو ماه و نیم کلا با ایشون میرم، کل جولریام اینا خواهد بودش. وضعیت خونه، هرچی لباس هست تو دارم میشورم که وکیو میخوام بکنم. همه چی همه جا هست، حالا یه قالمه دارم و یکی دو تا ظرف و اینا، البته نه همچنان سرجش، ولی کشوها تا حد خوبی خالی شده. من که با موزیک خودم آروم کنم، بسه لباس هم نمیتونم تو خوشون بندازم. هر کردم خلاصه که خیلی وضعیت زیبایی اینجا، فقط خوبی کلا جمع شده. بابرم میشه سه چهار روز دیگه اساس بشه، من باشم که ببرم با خودم بس و حس میکنم تموم نمیشه. قشنگ دو تا چمدون دارم، اینو میخوام پر کنم با خودم ببرم اروپا، اینو میخوام پر کنم بذارم همین جای نمیتونی که هستم و بعد که برگشتم داشته باشم اونا. تخت هم دیگه بازی نکردم. خلاصه خیلی وضعیت زندگی زیباست الان. خب من دو تا واکینگ کلوزت پر داشتم که این همه کفش شد، یه عالمه کفش و لباس های مختلف اونا که میخوام اینا رو همه برسونم به کلن دو تا چمدون لباس که یه چمدون رو فهم ببرم باید کردم و یه مقدار خیلی خوب این دارم کفش جمع شد که برسونم به دو تا کلن چمدون که یکیش اینجا بمونه تو سیاتل یکیش. خب چهار روز مونده به اسباب کشی، اون باکسی که مثلا در نهایت بمونه نمیدون چی رو تو چی برسی اونجا رو داریم. وضعیت حال پذیره به این شکله، لباس هایی که باید خوش میشد نمیتونستم به نظام خوش کن و این از این اینا یک وضعیتیه که علی. خب من لباس هامون تا حد خوبی جمع کردم، این چمدونی که نمیخوام ببرم، این چمدونی که میخوام ببرم، کشو همه خالیه. این پشت کشو رو ویدیوشو گرفتم، حالا برام میبینید. چسب چوب دیروز زدم، اینا فاصله داشت این از این، بعد برای اینکه فشار بهشون بیاد اینو گذاشتم چسبوندم اینو با فشار به دیوار که بهشون فشار بیادش سفت بشن. اینا همه شسته شده آماده است که کاور بشه دیگه. آره هر کی میشنوه میخوام برم سفر اینجوری با چه کار هیجان انگیزی، هر کسی که میشنوه مثلا من میخوام برم سفر اینطوری که وای چه کار هیجان انگیزی، بعد از بیرون خیلی هیجان انگیزه، در صورتی که وقتی وسط داستانی یا الان برنامه ریزی داره، تازه منی که الان اولویت اول اسباب کشی و جمع کردن و اینه، اینقدر استرس و اینام زیاده که هر روز یه جایی کمرم میگیره و هی میام خوشحال شم اکسایتد بشم بر سفره و یا اتفاقی. یعنی تصور این که این اسباب کشی جمع جوری هستش خشنگ نابود کرده، مخصوصا این که اینجا خودت باید بری ماشین پیکاپ بکنی و خودت بیای بذاری همه وسایلتو تو ماشین و حالا کارگر بگه یا دوستات باشن و اینا. و من روزی که باید خونه رو تحویل بدم جمعه است و جمعه ملت سر کارن و این که من تنها باشم خب یه مقداری خیلی استرسش بر من زیاده، با اینکه یه کارگر طوری گرفتم
ولی اینکه اکثر دوستم سر کارن خیلی رو مخ دیگه. خلاصه I need that emotional supportی که نیاز دارم، حس میکنم که باید دوستان باشه. حالا یکی از دوستان احتمالا میاد اون روز که دختره، که خب بالا قاعدتا بیشتر به نقش emotional support. یکی دیگه از دوستای پسرم هم حالا احتمال داره که بیاد، که چون این آقا کارگره خیلی غیرفتاری زیاد بود که آره من نوشته بودش من تنها کار نمی کنم و باید مثلا کسی کمکم بکنم واسه بردن چیزای سنگین و اینا. چی بودم که شور. خلاصه که آره بزرگسالی خیلی مزخرفه بعض وقت. خیلی مسئولیتش و همه چی باید خود هندل کنی که زیاده و اساس کشی هم. خلاصه که وضعیت دور و بر من در صبح آخر که من تختم هیچی دیگه اونجا نیست، همه چی رب شده بود، جمع شده بود برای تحویل داده بشه، یعنی برده بشه به استوریج کنن یا تو این رو بکر میشه. پتو هم نداشتم کلا با این خوابیده بودم. یه همه چی جمع شده فکر کنم دلم تنگ میشه برای اینجا دیگه. آخرین قهوه اینجا همونم بذاریم. من این قهوه سازم خیلی دوست دارم، پیش دوستم که میخوام برم اینم با خودم میبرم، در چین جمع نمیشه. خوشحالم که دون لیوان داشتم، همه چیم جمع شده. خب من دیگه کلا هیچ چیزی ندارم، دیشب رو موقع خوابیدم. پتو هم نداشته با یه دونه از جکت هم کسیدم رو خوابم یه اکثر بینم جمع شده با این شکلی بازیه. نیو جرنی حدود 2 ساعت هم گذشته و اینا دیگه خوراکی مارکی هست که میخوام بدم به دوستم اونم که آشغاله و تقریبا دیگه جمع جمع شد و انگار نه کسی اومده نه کسی رفته تور. یه هم اینجا تنکی خب دیگه بعده آخره گوشتی هم که توی فریزر بود اومدم باربیکیو بکنم. چند روز پیشم اومدم که غروب خواستم ببینم دیگه، الان اومدم باربیکیو داره گرم میشه دیگه. پیاز کبابی به اضافه استیک کباب کنم و خدای نکرده گوشت نمونم. نه جدی یخچال فریزر اینا خالی بشه تموم شد دیگه، یعنی هرچی بود و نبود رفت. یه بسته من فهم بوده که بنا بیکر دوستم، ولی دیگه آخرین باری که بودم اینجا بالا بشه من اینجا خیلی دوست داشتم. مثل که دلم تنگ میشه، من خونه رو وقتی که گرفتم 28 تا جای مختلف رو دیده بودم. آه ابو خیلی قصه میگرم برنده. بعد خلاصه مثل همین خیلی علاقه خاصی به اینجا داشتم، ولی دیگه وقت رفتن. متاسفانه فهمیدم سیاتل رنت کنترل نداره، یعنی هر چقدر خواستن میتونن دلشون هر چقدر خواست میبرن بالا رنتو، در صورتی که خیلی از شهر رو رنت کنترل دارن، یعنی بیشتر از مثلا 3-4% نمیتونن ببرن. اینجا هم $500 یا ببردن روی قیمت ماهانه رند که اصلا نیم سرخی برای اینجا و جای بودم. خب تو بریم سفر همین.
خب بالاخره با همه استرس ها و اینا وسایل گذاشته شد اینجا و تا دو ماه و نیم سه ماه دیگه که برگردم. یه چیزی هم میخواستم بهتون نشون بدم، خط هم میخواستم بهتون اینها کنیم، ولی مسئله اینه که من بر اساس کتگوری مثلا بهتون میشه 500 همشون رو اینجوری کتگوری بندی میکنم و مینویسم توی هر باکس چیه، چنان دکوری ها رو بعدا یا وقتی بدونم چه جعبه چه کتگوری رو نمیم بازش میکنم و دیگه هر کدوم که اون چهن هر کدوم عددی دارم معلوم میشه کتگوریشون چیه.